در کنار کامبیز غفوری هستیم، تحلیلگر امور بین‌الملل و روزنامه‌نگار مقیم فنلاند. آقای غفوری، خبرها حکایت از این داره که حادثه در تأسیسات اتمی نتنز نتیجه حمله جدید سایبری اسرائیل به ایران بوده. همزمانی این خرابکاری‌ها رو با زمانی که ایران و اسرائیل و آمریکا در حال گفتگو هستند، در گفتگوهای برجامی چطور تحلیل و ارزیابی می‌کنید؟ به نظر میاد که اسرائیل سه تا هدف داشته از چنین اقدامی. یکی رسوندن پیغام هست به طرفهای مذاکره جمهوری اسلامی، مخصوصا کشورهای غربی، به این معنا که اگر مذاکراتی که میکنن منجر به توافقی بشه که اون توافق انتظارهای اسرائیل رو برآورده نکنه یا شبیه برجام در سال 2015 باشه، اسرائیل اقدام مستقل خواهد کرد و خودش میتونه تأسیسات هسته‌ای ایران رو به انواع مختلف هدف قرار بگیرن. یک پیغامی که در آستانه مذاکرات داده شده به طرف‌های غربی، یک قصد عملی هم داره اسرائیل با چنین حملاتی به تعویق میندازه برنامه هسته‌ای ایران رو که الان به هر حال با افزایش ذخیره اورانیوم غنی شده با غلظت نسبتاً بالا و مواردی مانند رفتن به طرف تولید فلز اورانیوم در شرایطی قرار گرفته که زنگ خطر رو برای اسرائیل به صدا درآورده. حمله سال گذشته اسرائیل به تأسیسات نتنز بر اساس بسیاری از برآوردها تا حدود 2 سال برنامه غنیسازی ایران رو در اون حوزه به تعویق انداخته بود. مسئله سوم هم در واقع یک ضربه شست نشان دادن به طرف ایرانی، یعنی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی است که با وجود اینکه چند عملیات گذشته رو انجام دادند در خاک ایران، ترور آقای فخری‌زاده بوده، پیشتر سرقت اسناد اتمی بوده از داخل ایران و بردنشون به اسرائیل، هنوز هم اسرائیل میخواد بگه که ما در اونجا امکان اقدامهایی از این دست رو داریم که یک ضربه کاری بزنیم به موارد بسیار حساس در جمهوری اسلامی، به نوعی چنگ و دندان نشان دادن است. مجموع این عوامل بوده که اسرائیل چنین حمله رو در این تاریخ انجام میده. آقای غفوری، به حملات و عملیات های پیشین اسرائیل در خاک ایران اشاره کردید، از جمله حمله سال گذشته که برنامه هسته‌ای ایران رو اشاره کردید تا 2 سال به تعویق انداخته. به نظر میاد که این اولین بار نبوده با این تفاصیل که اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران حمله کرده. اگر واقعا بوده، پس چرا ایران که همواره اسرائیل رو تهدید به محو از نقشه جهانی میکنه هیچ واکنشی نشون نداده؟ خب ببینید، واکنش نشان ندادن بخش عمده ایش برمیگرده به اینکه امکان واکنش نشان دادن برای جمهوری اسلامی نبوده. یعنی جمهوری اسلامی یا باید در خاک اسرائیل عملیات بکنه که خب ما میدونیم اسرائیل به دلایل مختلف، یکیش مسئله ژئوپلیتیک هست، اسرائیل مرزهاش به شدت کنترل میکنه به خاطر اینکه همسایه هاش متشکل از دشمنان یا نادوستانش هستند، به همین صورت داخل خاک اسرائیل رو سرویس های امنیتی اسرائیل احاطه کامل دارن، امکان انجام یک عملیات در داخل خاک اسرائیل برای جمهوری اسلامی بسیار اندک است. حتی اکثر موفقیتی که جمهوری اسلامی به دست آورده بود این بود که یک وزیر سابق اسرائیلی به اسم گوننستگف رو به طرف خودش جذب بکنه، اون هم اطلاعات سوخته چندین سال پیش رو تونست ازش بگیره، اسرائیل اون رو هم متوجه شد و بازداشت کرد. راه دیگر این است که حمله بکنه به خاک اسرائیل یا از طریق اقمارش مانند حزب الله و حماس بخواد انتقام بگیره. این راه بسیار بسیار پرهزینه است، یعنی دو کشور رو در رویاروی همدیگه قرار میده و این تنها اسرائیل نیست که در صورت بالا گرفتن درگیری طرف حساب جمهوری اسلامی خواهد بود. ایالات متحده آمریکا متحد اسرائیل هست و به نوعی تعهد داره به حمایت از این کشور و اگر درگیری ایجاد بشه ایالات متحده هم وارد خواهد شد و این توازن رو جمهوری اسلامی نمیتونه تحمل بکنه. به همین خاطر هست که مجموعه ای از این عوامل باعث شده جمهوری اسلامی در قبال ضربه هایی که میخوره صرفا سکوت بکنه. کامبیز غفوری ما رو همراهی کرد، تحلیلگر امور بین‌الملل و روزنامه‌نگار مقیم فنلاند.